بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به قسمت ششم از سیمای صحابیه بزرگوار، بانوی بزرگوار، ام سلیم بنت ملحان، مادر انس ابن مالک. این زن صابره، این زن مجاهد، این زن بخشنده، این زن مؤمن، این زن با تقوا و این صحابیه بزرگوار. خب ما به اونجا رسیدیم از تصویر ایشون و سیمای ایشون در میدان جهاد که کنار سایر زنان مسلمان، به ویژه کنار حضرت فاطمه، کنار ام المؤمنین عایشه و سایرین، ایشون هم میرفتن آب می آوردن، به زخمی آب میدادن و مرتب در تلاش و تکاپو بودن و خب یه خنجرم با خودشون ایشون همراه داشتن در میدان جنگ که اگر وقت مورد تعرض قرار گرفتن میتونن از خودشون دفاع بکنن و زخمی ها رو مداوا میکردن و تصاویر و سیماهایی که از اون داشتیم. و امیدوارم کسانی که تا به حال این قسمت های قبلی این داستان رو نشنیدن حتما برن در یوتیوب و این قسمت ها رو ببینن، خیلی ارزشمنده. برید اون 5 قسمت قبل رو هم ببینید، از دست ندید این داستان سیمای صحابه رو. داستان‌هایی که میتونه برای ما درش خیر و برکت و رحمت باشه. حالا بریم در جنگ خیبر، در غزوه خیبر. خب ایشون در غزوه خیبر هم 20 نفر از زنان با پیامبر همراه شدن، از صحابیات گرامی که اینها هم با امیدی که در از فضیلت جهاد بهره مند بشن بتونن خوشنودی خدا و خوشنودی رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو به دست بیارن. خب یکی از اینها، خب ام سلمه همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست، ام اماره مازنیه که یا اون نصیبه که داستانشو یا نصیبه که خوندیم که چقدر زیبا بود و اصلا این مجاهده بزرگوار، کعبه اسلمیه هست و قهرمان داستان ما که ام سلیم هست، با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در غزوه خیبر هم شرکت داره و خب طبیعتا اینها از این فضایل بهره مند میشدن. و یه نکته خیلی جالبی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی در اونجا خواست با صفیه بنت حی ازدواج بکنه که در این محلی بود به نام صحبا، اونجا به ام سلیم گفت ام سلیم این کسی رو که بالاخره میخوام باهاش ازدواج بکنم با همین صفیه بنت حی، این رو بهش برس و آماده بکن برای ازدواج و عروسی. و پیامبر خب منظورش همین بود دیگه، اگه میگه ایشون شرایطی براش فراهم کرد، خیمه ای با اون لباسایی که داشت زد کنار اون درخت و بالاخره ایشون رو آماده کردن، عهد زدن و شرایط ازدواج و مراسم عروسی پیامبر رو فراهم کردن. ام سلیم از اجر جهاد بهره مند شد، همچنان که از خوشنودی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از نگاه پیامبر که نسبت ایشون چقدر اکرام داشت بهره مند شد و خب همه این فضایل رو کنار هم داشته باشیم. میریم سراغ روز حنین. خب این صحابی بزرگوار ام سلیم هم رضوان الله علیها و علی سایر صحابیات نبی صلی الله علیه و سلم اجمعین هم داره یک نقش خاص و ویژه‌ای هست در اون جنگی که در واقع فاصله، حد فاصله بین مسلمانان و مشرکان هست. ایشون هم خارج شد با پیامبر تا بتونه از فضیلت جهاد بهره مند بشه. با خودش یک خنجری رو همراه داشته بود که این خنجر رو در وسط کمر خودش بسته بود و عبدالله ابن ابی طلحه هم با خودش حمل میکرد، فرزند خودش رو، و میگه ابو طلحه اون رو دید، گفت این دیگه چیه خنجری که داری، این که تو چی کمرت بستی؟ رو به شوهرش کرد، گفت این خنجریه که با خودم گرفتم که داشته باشم در این میدان جنگ. و ابو طلحه میگه در اون روز اومد و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو خندوند که از اون چی که از ام سلیم دیده بود رسول خدا صلی الله علیه و سلم. گویا رسول الله دیدید که ام سلیم با خودش چی همراه کرده، خنجری رو همراه داره. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت ام سلیم با این خنجر میخواید چیکار بکنید؟ گفت اگه میخوام یکی از مشرکین به من نزدیک شد من بتونم از خودم دفاع بکنم و اون رو از پای در بیارم. بله این لحظات و این زیبایی هایی است که در تصاویر زندگی این یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم میبینیم. بر همین اساس است که ابو نعیم نقل میکنه وقتی که در سیرت چیز میخواد نقل بکنه ام سلیم، میگه اطاعنت بالخناجر فی الوقائع والحروب، این زن مجاهده ای بود که اگر در موقع جنگ و میدان های جنگ شرایط حساس میشد با خنجر میتونست دفاع بکنه و مقابله بکنه در برابر مشرکان. ولی این صحابی بزرگوار خب از شرف و منزلت جهاد بهره مند شد، چرا که ایشون خوب میدونست که جهاد چه منزلت بزرگی است، ذروت الایمان هست، قله ایمان هست. میگه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یه روز سوال کرد، بالاخره ایشون بیمار شده بود، بیماری سراغش اومد، گفت یا رسول الله
برترین جهاد چیه حالا؟ نگاه کنید برترین جهاد چیه؟ بعد پیامبر اشاره‌ای داره میکنه بهش. نگاه کنید درس ها در کدوم در جای خودشه. میگه علیک بالصلات فانها افضل الجهاد. تو به نمازت خیلی پایبند باش که این از هر جهادی با فضیلت داره. وحجری المعاصی، از نافرمانی ها دوری بکن. فانها افضل الحجره، این از هر هجرتی برتر هست. این چی میخواد پیامبر بگه؟ میخواد بگه انسان ملتزم باشه به دستورات خدا، ملتزم به نماز و روزه و زکات و حج باشه، ملتزم به حقیقت و دستورات باشه، دوری کنه از نافرمانی ها و عصیان ها، بزرگترین منزلت ها نصیبت میشه. در هر صورت میگه ام سلیم همچنین بر در همچنین وضعیتی بود تا اینکه بالاخره از این دنیا رفت و رحمت الهی شامل حالش شد. و این بشارتیه که خداوند به اهل ایمان میده و میگه که باغهای فردوس و جنت الاعلا برای اونهاست و جایگاه اونهاست و جاییست که اونها در اون قرار خواهند گرفت و به صورت همیشه در اون خواهند بود. بله امام نووی در مورد فضیلت ام سلیم میگه، میگه کانت من فاضلات النساء، بین اون زنان از صحابه جزء برترین ها بود، جزء شخصیت های برتر بود. گفتیم که ایشون هم همسر صالح بود، هم مادر مهربان بود، هم دعوتگر بود، هم حکیم بود، هم مربی بود، و هم اینکه ایشون فرزند خودش رو در مدرسه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قرار داد که به اون درجات و منازل بتونه دست پیدا کنه. مازاد بر اینکه ایشون خودش هم در حفظ احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یده طولایی داشت که نقل شده که ایشون 14 حدیث از پیامبر نقل کردن که امام بخاری و امام مسلم در 2 حدیث اون متفق هستن، که باز هر کدومشون باز 2 حدیث جداگانه آوردن. پسر ایشون انس ابن مالک، عبدالله ابن عباس، زید ابن ثابت رضی الله عنهم و دیگران از ام سلیم بنت ملحان روایت میکنن حدیث رو. این چی داره نشون میده؟ نقش زنان رو در صدر اسلام. من چرا دارم الان در چندین جلسه است تمرکزم رو صحابیاته؟ برای اینکه متوجه بشن کسانی که چقدر زنان در اسلام اهمیت دارن. جامعه بشری حداقل 50% رو زنان تشکیل میدن. نگاه خدا، نگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و حقیقت وجود زنان در تاریخ اسلام داره این رو نشون میده. بله خب طبیعیه که ام سلیم از بشارت های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد بهشت بهره مند بشه. و پیامبر خدا نقل کرده این روایتی که امام بخاری آورده، دخلت الجنه، میگه من وارد بهشت شدم، فسمعت خشفتا بین یدی، یه صدایی دیدم در برابر من میاد، فاذا انا بالقمیصا بنت ملحان، دیدم در برابر من قمیصا بنت ملحان هست. بشارتی که پیامبر داره در مورد بهشتی بودن ایشون نقل میکنه. من نمیدونم واقعا فضیلتی بهتر از این میشه داشت یا نه. امام مسلم با لفظ دیگری این رو آورده از جابر بن عبدالله که رسول خدا صلی الله علیه و آله میگه رأیتونی دخلت الجنه، من دیدم که منو وارد بهشت کردن. فاذا انا به رومیسا، من دیدم ای رومیسا در برابر من، امرأت و ابی طلحه، زن ابی طلحه، و سمعت و خشفتن، دوباره صدا شدن، فقلت من هازا، دیدم که فقال هازا بلال، و گفتن این بلال هست. خب این روایتی بود که امام مسلم این رو نقل کرده بود در ارتباط با فضیلت این جریان. خب ما این سیرت سراسر خیر و رحمت و برکت رو میبینیم در این صحابیه بزرگوار و این زنی که در عصر پیامبر به این مقام و منزلتی که ایشون میرسه و از شاگردی پیامبر، از مصاحبت پیامبر، از یاری پیامبر خدا، از حقیقت دین، از این چشمه راستین دین صحیح و سالم بهره مند میشه. دوباره نگاه میکنیم در پایان داستان ام سلیم بنت ملحان به عبارتی مادر انس ابن مالک، که ببینید ویژگی های خاصی رو که این زن مسلمان داره، چه در میدان فهم اسلام، پذیرش اسلام، چه در اون صحنه ای که با همسرش قرار گرفت مالک، که هم مالک راضی نبود به اینکه این اسلام رو پذیره، گفت تو دین تو رها کردی، تو از دین مرتد شدی، اما ایشون سعی کرد با حکمت شوهرش رو دعوت بکنه. پسرش انس بن مالک رو علارغم کم سن و سال بود آگاه کرد از حقیقت اسلام، پسرش مسلمان شد، شوهر خشمگین شد، خب رفت، ایشون گفت من تا این پسر رو تربیتش رو کامل نکنم رها نمی کنم.
و خب میبینید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی مدینه میاد، انس رو در خدمت پیامبر قرار میده، از بخشش ها، از محبت هایی که داره. حتی وقتی ابو طلحه به خواستگاریش میاد، مسلمان نشده، ابو طلحه رو با چه ظرافتی به سوی اسلام دعوت میکنه. دقت بکنید، مهریه خودش رو پذیرش ایشون در مورد اسلام قرار میده. البته اون هم انسان با خردی بود، وقتی که با اسلام آگاهی پیدا کرد، خب این رو پذیرفت، نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفت. حضور ام سلیم رو میبینیم که چگونه ایشون در صدقات و در خیرات به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم محبت داره، بیاران اون دعا و برکات پیامبر که شامل حال این خانواده شده. حضور ایشون در میدان جهاد که کنار سایر زنان مسلمان قرار داره و اون تصاویر زیبایی که اشاره کردیم بهش، که اونجا وقتی خنجری رو داشت ابو طلحه رو بهش کرد که این چیه، برا بچهش هم پشتش داشته تو میدان، گفت خنجره که اگه مشتکی بهم نزدیک شد بتونم دفاع بکنم. میره پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، میگه ببین ام سلیم چگونه هست، این چیه. پیامبر رو به خنده وادار میکنه، سبب میشه پیامبر بخنده و این گفتگویی که بین اینها صورت میگیره. این تصاویر و این زیبایی ها لحظاتی نیست که ما فقط به عنوان یک سرگرمی داشته باشیم. رحمت هایی هست، نسیم هایی از رحمت های الهی برای هدایت بشریته. دروازه و دریچه در نشان رحمت های بیکران الله، فضایل الله رب العالمین، محبت الله برای هدایت بشریت و آرامش و محبتی است که ما در اون صحنه و در اون لحظات و در اون تاریخ میبینیم. از خداوند میخوایم که خیر و برکت رو نه رحمت و نصیب همه ماها بکنه و ما بی بهره نشیم از اون چی که خداوند بهترین ها رو بهشون داده. اندکی رو هم شامل حال ما بشه و گناهان ما رو ببخشه و ما بتونیم از این جو عطر آگین، از این جو سراسر رحمت و محبت، آرامش بهره مند بشیم و این زندگی رو ما هم بتونیم پشت سر بگذاریم، سر بلند، بدور از هر گونه بیماری که روح و جسم ما رو بتونه تحت شعای خودش قرار بده. تا جلسه دیگه و داستان دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.